بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، و امیدوارم هر کجا که هستید به لطف خدای عزوجل و با ولایت اهل بیت احسان و طهارت صحیح و سالم باشید. برنامه سرزمین عشق رو یک بار دیگه تقدیم حضور شما میکنیم از کربلای معلا، از بهشت روی زمین، از کنار حرم باصفای آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم و به صورت زنده. انشاءالله که آنچه امشب بیان خواهد شد همچون شبهای گذشته از اونجایی که ارتباط مستقیم داره به ولایت اهل بیت اسفت و طهارت و محبت و ارادت نسبت به این ذوات مقدسه، انشاءالله که مراتب رضایت آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رو فراهم بکنه و ما رو جزو سربازان کوچکی از خیلی عظیم سربازان با وفای ایشون قرار بده. اجازه بدید انشاءالله امشب هم برنامه رو شروع بکنیم با عرض ادب و سلام خدمت استاد گرانقدر جناب آقای بهادینی و انشاءالله در خدمتشون باشیم. حاجا در خدمت هستیم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. همچنین عرض سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز دارم. عزیز خداست. سلام به حضرت حتما بزن. بسیار خوب. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولانا يا قمر بني هاشم يا أبا الفضل العباس أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. السلام عليكم جميعا منا ورحمة الله وبركاته. انسان وقتی که به روی این کره خاکی پا می نهه و مراحل رشد خودش رو طی می کنه، مطمئنن از همون ابتدا به دنبال کمال و رسیدن به بالاترین درجه ها و مراتب هست. مهم نیست که چه مذهب یا دین یا آیینی رو اتخاذ بکنه، به هر حال این در فطرت و سرشت هر کسی هست که من باید به مراحل کمال برسم. ولیکن اون چیزی که دین و مذهب مشخص میکنه چارچوب کمال هست، چارچوب اون معیارها و ارزشهایی است که باعث میشه کمال حقیقی و پختگی کامل برای شخص به وجود بیاد. محبت یکی از اهداف خلقت بود و در چند شبه که در خدمت حاجی بهادینی هستیم داریم راجع به همین مسئله صحبت میکنیم. ولی واقعا چه ارتباطی بین محبت، بالاخص محبت اهل بیت احسان و طهارت، و مراحل کمال و تزکیه نفس وجود داره؟ انسانی که میخواد نفس خودش رو پاک بکنه و از هر گونه آلایش و ناکاس ناپاکی پاک بکنه، چگونه میتونه بین محبت و پاک کردن نفس خودش ارتباط برقرار بکنه؟ بیایم با این سوال بحث امشب رو شروع بکنیم و ان شاء الله در ادامه بس مطالبی که حاجی بهادینی آماده کردن رو ان شاء الله حتما استفاده کنیم و بهره ببریم. حاجا در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما مولانا امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و مولانا بقیت الله و الارزین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بله، همون طور که جناب عالی فرمودید،
و شبهای گذشته هم بحث کردیم، گفتیم که اساس خلقت بر اساس محبت و محبت الهی انسان رو به ولایت الهی میرساند و این محبت الهی ممکن نیست الا با محبت اولیا که در درجه اول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیاء الهی که نفس پیغمبران. امیر المؤمنین در آیه شریفه قرآن آیه مباهله او رو نفس پیغمبر حساب فرموده، در نظر گرفته و بنابراین محبت پیامبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امکان نداره الا محبت کامله، محبت حقیقیه، محبت صحیح امکان نداره الا با محبت امیرالمومنین و ائمه‌اطهار و به طور خلاصه محبت اهل بیت، که گفتیم هم این محبت اهل بیت مزد رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. در حقیقت این محبت اهداف رسالت رسول اکرم رو در عالم متحقق میکنه. و همچنین گفتیم که محبت در درجه عالی، محبت در درجات عالی تلازم داره با معرفت، یعنی انسان رو به معرفت میرسونه، یعنی محبت به خدای متعال و رسول اکرم و امیرون انسان رو به معرفت به اونها میرسونه و معرفت به خدای متعال و رسول اکرم و امیرون معرفت صحیح کامله در حد ظرفیت بشری انسان رو به محبت کامله میرسونه. یه معادله دو طرف هست. رو همین جهت حدیث قدسی هست در کتب معتبر حدیثی شیعه هم آمده، در ارشاد القلوب دیلمی و کتب دیگه هم آمده، حدیث مفصله. بنده یک جملهش میگم اگر فرصتی شد انشاءالله در شبهای آینده با مناسبتهایی به جملات دیگرش اشاره میکنم، که خدای متعال به رسول اکرم میفرماید من عرف حق علی زکا و طابه، هر کس، و ادامه ای داره که فعلا عمدن ادامهش نمیگم، هر کس حق امیر المؤمنین رو بشناسه، با شناخت حق امیر المؤمنین تزکیه می شود، زکا نفسش از آلودگی ها پاک می شود و تابه و پاک می شود. تزکیه مراحل سیر عملی برای تطهیر انسانه، تابه نتیجه است، یعنی به اون طهارت نفس میرسه. بنابراین محبت در درجه عالی که لازمش معرفته، این محبت و معرفت نتیجه میدن تزکیه نفس رو. یعنی انسان وقتی که میبینه امیرون این صفات داره، پاکه و اصل کمالات، منبع همه خوبی هاست، این دوست داره این خوبی ها در به اندازه ظرفیت خودش در وجود او تحقق ببخشه. من نکته ای رو توضیح بدم در تایید این، شما در زیارت امین الله میخوانید و ما میخوانیم، توفیق خدای متعال به همه ما عنایت کنه که این زیارات رو با تأمل، با دقت، با تدبر میخوانیم. در این زیارت میاد اللهم اجعل نفسی مطمئنه بقدرک، تا اینجا که میرسد مستنه به سنن اولیائک مفارقتا لاخلاق اعدائک. وقتی که ما اولیا رو، امیر رو دوست داشتیم، ائمیت ها رو دوست داشتیم، از اخلاق دشمنانشون بیزاری میجوییم، از اخلاق اونها دور میشیم، از سنن، از روش دشمنانشون دور میشیم، مفارق میشیم، جدا میشیم از اخلاق دشمنان، مستنتن به سنن اولیا. و قبلش میگم شیوه اولیا، روش اولیا، اخلاق اولیا، سیره اولیا رو سعی میکنیم ما هم متمثل بشیم در وجود خودمون به اندازه تأکید و ظرفیت وجودی خودمون. ما نمیتونیم
مثل اونا بشیم، مثل ندارن. بعضی ها میگن علی وار، علی گونه، علی عیاذ بالله، فاطمه وار، فاطمه گونه، اینا یک مثل کفر. این برای اینکه اینها نمونه ندارن. حضرت سامن الحجج میفرماد ولا یقاس بهم احد، هیچ کس قابل مقایسه با بنا احد، هیچ کس قابل مقایسه با ما اهل بیت نیست. در یه جمله دیگه رسول اکرم در روایات اهل سنت هم اومده، عامه اومده، و من قاسه بغیری فقط جفانی. هر کس امیر المؤمنین رو مقایسه بکنه به غیر من رسول الله، اون در حق من جفا کرده، ظلم کرده. بنابراین ما وقتی که میگیم مستنتاً به سنن اولیایی که فارغتاً لاخلاق، اخلاق اونها رو داشته باشیم از اخلاق دشمن جمعی، یعنی در حد ظرفیت وجودی خود ما. باید بین غلام امیر المومنین با غلام معاویه و یزید باید فرق باشه. احسنت. باید بین دوستان امیر المومنین از نظر اخلاق، رفتار، اعمال، کردار، امانتداری، صفاتشون، بین اونها و بین دشمنان امیرون صاحبان سقیفه باید فرق باشه. نمیشه کسی خشم اونها رو داشته باشه، کینه اونها رو داشته باشه، صفت رذائل اونها رو داشته باشه، بگه من عاشق امیرالمومنینم اما اخلاقش اخلاق دشمنان باشه، اهل سقیفه باشه. نمیشه مفارقتا لاخلاق اهل بیت. بنابراین محبت و معرفت اهل بیت سبب میشه که دیگه ما اخلاق دشمنان رو نداریم، اخلاق مولوی داریم. اونجور میشه که مالک اشتر همه مطلعن، این میدونن وقتی که بهش جسارت میکنه اون بقال شهر، پوست هندونه یا پوست خربوزه به طرف او پرد میکنه، نه تنها باش برخورد نمیکنه، نه تنها انتقام نمیگیره، میاد تو مسجد در وقت غیر نمازه، وسط روزه، دو رکعت نماز بخونه، حاجتش از خدای از او انتقام نگیر، من بخشیدمش. حتی وقتی که این بقال کوفی متوجه میشه که این کیه، مالک اشتر، فرمانده لشکر امیر اون، همون که به خیمه معاویه میرسه، عرض میکنه یا امیر چند لحظه به من فرصت ده، الان معاویه رو دستبسته میارم خدمتتون، که اون جریان خوارج درست میشه و اون فتنه رو میکنن. و همچه کسی اون قدرت، اون ارادت، اون ولایتی که نسبت به امیر داره، اثرش اینه که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما، با بزرگواری رد میشن و نه تنها نفرینش نمیکنه، نه تنها انتقام نمیگیره، بلکه برای هدایتش، برای نجاتش هم دعا میکنه. احسنتون، بسیار عالی. پس ارتباط بسیار بسیار نزدیکی بین محبت اهل بیت صلوات الله علیه و تزکیه نفس است و در نتیجه میشه به عبارت میشه گفت که محبت اهل بیت نتیجهش باید در تزکیه نفس خودشو نشون بده، بروز پیدا بکنه. بسیار که ما تزکیه نفس هم نتیجهش طهارت شخص. احسنتون، ما دیشب اشاره کردیم به، اگر اشتباه نکنم، بله، شبهه‌ای که در بین بسیاری از اعدا و دشمنان اهل بیت اصالت و طهارت مطرح شده. دشمنان مسلمانان، دشمنان اسلام اصولا میگن که دین اسلام اونطور که شما میگید دین محبت نیست، دین خشونت است. من نمونه اون هم جنگ‌هایی است که آقا رسول الله در زمان خودشون داشتن، غزوه‌های آقا رسول الله، جنگ‌های آقا امیرالمومنین و غیره. خب دیشب مطالبی رو اشاره فرمودید، آیا بسنده می‌کنیم به پاسخ این شبهه به آنچه که دیشب اشاره کردیم، یا که نه هنوز این مطلب باید لازمه که باز توضیح بیشتری بدیم؟ ببینید، در جنگ احد که جنگ 100% دفاعیه که کنار مدینه بوده، در وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمان‌ها هزیمت میکنن و افراد سست عنصر پا به فرار میذارن، عده‌ای از مسلمان‌ها به شهادت میرسن، فقط رسول الله یک مدافع داره و اون امیر المؤمنین سلام الله علیه هست و پیشانی رسول اکرم شکسته میشه، 70 چند زخم برمیداره، امیر اون 70 چند زخم برمیداره، شمشیرش شکسته میشه، تا اینکه ذوالفقار رو خدای متعال از عالم ملکوت بر اساس روایت داریم برای رسول اکرم میفرسته و صدای جبرائیل بلند میشه
لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، به شکل دیگری هم شد که با مقدم و آخر، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. و اون جمله‌ای که ناد علی مظهر العجائب، تجد عونا لك في النوائب، كل هم و غم سینجری به ولایتی که یا علی و یا علی یا علی، که مرحوم علامه مجلسی در 16 جا از بهار بنده تحقیق کردم سالهای گذشته، این رو آورده از مصباح شیخ طوسی و دیگر بزرگان علمای شیعه آوردن، که حالا اگر فرصتی شد خود این نیاز به توضیحی داره که ناد علیان فرمان خداست. خدای متعال به رسول اکرم میفرماید که علی مرتضی رو صدا بزن، تجد عونا لك في النوائب. بعد خدمت رو عرض کنم، در این لحظه است که رسول اکرم دشمن مطمئن میشه که میتونه رسول اکرم بشادر بتونه تنها مدافع رسول اکرم امیر المؤمنین در مقابل 4500 نفر دفاع میکنه و دشمن از هر طرف هجوم میاره. اون موقعی که خون از پیشانی مبارک رسول اکرم سرازیره، رسول اکرم بدنش غرق در خون هست، جراحتهای بسیاری برداشته، دست به دعا برمیداره، نفرین حتی بر قومش نمیکنه، بر همین مشرکین معاند و جاهل نفرین نمیکنه. معروفه، همه این شنیدید که اللهم ارحم قومی فانهم لا يعلمون، خدایا بر قوم من ترحم کن، اینا جاهلن، اینا نمیدونن. خب حالا اسلامی که اینطوریه که در وقتی که رسول اکرم جراحات بسیاری رو برداشته و مجروح شده، آیا میاد حمله بکنه، تعرض به سرزمین دیگران بکنه، حرس و نسل رو طبق آیاتی که دیشب بحث کردیم، یهلک الحرس و نسل، حرس و نسل از بین بره؟ این طبیعتاً با روح قرآن سازگاری نداره. دیشب چند آیه رو مطرح کردم، بنده تکرار دیگه نمی کنم و امشب چند آیه دیگه از آیات قرآن رو مطرح می کنم تا بهتر واضح بشه. یکی آیات 190 و 191 از سوره مبارکه بقره. این آیات کاملا نشون میده که جنگ های صدر اسلام دوران رسول اکرم و همچنین دوران امیرالمومنین همه دفاعی بودن و اسلام اجازه جنگ تهاجمی رو نمیده. این آیات رو که الان ما یک مروری میکنیم کاملا واضحه، یعنی حتی نص آیات هست. قبل از اینکه آیات رو تلاوت بفرمایید، من اجازه بدید یک سوالی بپرسم. معنای جنگ ابتدایی این هستش که یک قومی در یک جا هیچ کاری نکرده باشن و فقط یک دین دیگه غیر از دین اسلام داشته باشن و حالا از این طرف مسلمانان یه دفعه شروع بکنن حمله بکنن، حالا چه به بهانه کشور گشایی و چه حتی به بهانه مسلمان کردنشون جنگ بکنن باشن. این میشه جنگ ابتدایی که دین اسلام ابدا این رو اجازه نده. البته بعد توضیح خواهم داد که جنگ های دفاعی هم اشکال مختلف داره. الان مثالی میذارم چون این سوال پرسیدید، اگر کسی رو در یک کشوری دیگه بکشن، انسان هایی رو مظلومانه به قتل برسونن، اولیاء عدم آیا حق دارن که تقاضای قصاص بکنن، تقاضای محاکمه اون قاتلین رو بکنن حتما. یا میگن چون تو کشور خودتون نیست باید بذارید اون خون این مظلومین هدر بره، پایمال بشه؟ نه، الان در عرف بین‌الملل هم هست. یه انسانی در یک منطقه کشته میشه، اقوامش، عزیزانش، برادرانش، اولیایش میتونن شکایت کنن و اگر و اون حکومت اون منطقه حق نداره از قاتلین و مجرمین دفاع بکنه. باید مجرمین رو تحویل این قانون بده و محاکمه بشن، به عقاب اعمالشون برسن، کیفر بشن. پس این هم یه نوع جنگ دفاعی میشه. یعنی اگر عده‌ای آمدن در یه سرزمینی غیر از سرزمین اسلام
آمدن عده‌ای از مسلمان‌ها رو به شهادت رسوندن، بیگناه اونها رو قتل عام کردن. مسلمان‌ها حق دارن اون متجاوزین رو، اون جنایتکارای جنگی رو مثل باشون برخورد کنن. بله، چون اینها مسلمانان اگر اونها رو مظلومانه بکشتن، مسلمانان باید از حق اونها دفاع بکنن. اگر همه رو نسل‌کشی کرده باشن و از بین بردن، این کاملا طبیعیه. بله. خب سوال بسیار خوبی بود. برمیگردیم به استدلال و انشالله انواع جنگ‌های دفاعی رو هم در یه فرصتی دیگه، شاید امشب نرسیم، ولی طلب عزیزان باشه که انواع و اقسام جنگ‌های دفاعی رو بنده مطرح کنم و اشاره به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار و رسول اکرم و سیره رسول اکرم و ائمه اطهار در این زمینه مطرح خواهم کرد. عرض کردم آیات سوره 190 و 191 از سوره مبارکه بقره. ببینید آیه 190 می‌فرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. پیکار کنید، نبرد کنید در راه خدا با کیا؟ با هر کس. ما میتونیم بریم نبرد کنیم به بهانه میخوام شما رو مسلمون کنیم، یا به بهانه هر جوری که با اونایی مبارزه کنید که یقاتلونکم، که با شما میجنگن، پیکار میکنن به شما حمله کردن، تهاجم کردن. ولا تعتدوا، در همین حال هم تعدی نکنید. یعنی حتی همون متجاوزینی که حمله کردن به مسلمان‌ها، وقتی که شکست خوردن، ما حق تعدیبشون نداریم. یا اگر همونا گفتن که آماده صلحیم، حاضریم مثلا متجاوزین رو در اختیار شما بذاریم جبران بکنیم. خب دیشب عرض کردم و این جنحوا للسلم فاجنح له، اگر اظهار آمادگی برای صلح کردن یا صلح بپذیره. یا در آیه دیگه رو مطرح کردم دیشب و صلح خیرون، گفتیم این و صلح خیرون که در سوره نساء آمده در قضیه اختلاف بین زن و شوهر هست، اختلاف این اختصاص به زن و شوهر نداره، بلکه برای در اختلاف هر نوع اختلافی، اختلاف بین دو ملت، دو قوم، دو گروندگان، دو دین، صلح بهتر است. نه اینکه صلح بهتر است، اینجا افعل و تفضیل نیست، بلکه در اینجا خیر در مقابل شره. یعنی غیر صلح شره. اون چی که سعادت برای بشر میاره صلحه. بله، صلح اگه قبول نکرد، اگر نمیخواد تسالم داشته باشه، اگر میخواد تعرض کنه، خود دفاع لازمه برای حفظ نفوس، حقوق انسان ها. بله، این رو هم تذکری بود مربوط دیشب. قتال کنید، مبارزه کنید در راه خدا با کسانی که الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. بعد ان الله لا يحب المعتدين، خدا متجاوزین رو دوست نداره. بنابراین اگر جنگ ابتدایی باشه به بهانه‌ای که ما می‌خوایم شما رو مسلمان کنیم، هیچ دشمنی با شما نکردن، آیه قرآن مطرح کردیم سوره ممتحنه که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما حق نداریم، اینجا معتدی حساب میشیم. دقیقاً. خب بعد می‌فهمن وقتلوهم حيث ثقفتموهم. این آیه بعد کلمه اولشه، متأسفانه افراطی‌ها مثل داعش این سه کلمه رو گرفتن بدون اینکه دقت کنن که ضمیر هم به کجا برمیگرده. اونایی که دارن با شما قتال میکنن، این وقتلوهم برمیگرده به معتدین، به متجاوزین، اونایی که حمله کردن مسلمونا. یعنی این متجاوزین رو باید کیفر کنید، اونایی که دست به کشتار انسان‌ها زدن، اینا رو باید بکشید. اگر الان یک متجاوزی، یک قاتلی، من مثال میزنم، قاتلی آمد به خونه انسان حمله کرد، چند نفر کش، دیگه تو خونه آدم نیستاد، فرار کرد جای دیگه رفت، آیا ما چون فرار کرده نباید قصاصش کرد، نباید تحویل قانونش داد، نباید گیرش آورد؟
اینجا هم میگه وقت طلوع هم حیث تحتفان، هر جا گیرشون اووردید این متجاوزین رو دستگیر کنید. الان هم در عرف بیمون از همین داعش که جنایت کرده، هر کجا داعشی رو در هر جای دنیا گیر میارن میگن این تحت تعقیب اصلا قرار میگیره. اینجا هم آیه همین رو میخواد مطرح کنه، نه اینکه ضمیر برگرده به غیر مسلمانایی که بنده های خدا اطلاعی از اسلام هم ندارن یا حتی داشته باشن، کاری به مسلمان ندارن، ضربه ای نزدن، آدمی نکشتن، جنایتی نکردن، اطفال رو نکشتن، زنها رو به اسارت نگرفتن، اینا رو اصلا ربطی نداره. این آیه ضمیرش کاملا به معتدین برمیگرده، به متجاوزین برمیگرده، بیگانگانی که متجاوزن، تعدی کردن به حقوق انسان ها، به حقوق مسلمان ها. بله. بعد من و قسمت بعدیش و اخرجو هم من حیث و اخرجو کم، اونایی که سبب اشغال سرزمین شما شدن، سرزمین شما رو اشغال کردن، شما رو آواره کردن، حالا شما اونا رو از سرزمین خودتون برانید. اما اینکه ما بریم سرزمین اونا رو بگیریم، ببین دقت کنید اینجا میگه اونایی که اشغالگرن، متجاوزی که اومده سر خونه منو گرفته، حالا نشسته تو خونه من، اما من حق دارم برم خونه اونو بگیرم و خونه خودم رو آزاد، خونه خودم رو آزاد بکنم. و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، اونا رو از سرزمینتون خارج کن، اونجوری که شما رو اینا از سرزمینتون اخراج کردن، خونه های شما رو متصرف شدن، سرزمین شما رو اشغال کردن. ولی فتنه تو اشد من القهر، فتنه سخت‌تر از قتل. بعد و قسمت دیگه که مربوط به پیکار در مسجد حرامی که حتی در همین متجاوزین رو در مسجد حرام نباید باشون پیکار کرد. آقا من یه سوال، حالا اجازه بدید یه نکته دیگه هم عرض کنم. فن فئن انتهوا، اگر همین متجاوزین دست از تجاوز برداشتن دیگه باز حق داریم باشون بجنگیم، نباید حتما. فئن انتهوا فان الله غفور رحیم، اگر همین متجاوزین دست برداشتن خدای متعال غفور رحیم، اگر جنایتی نکرد، نکشته، حالا تو لشکرشون بوده، اینجا باید با غفران و مرحمت و لطف برخورد کنند، همونجوری که رسول اکرم با متجاوزین مکه وقتی که قبیله خزاعه رو قتل عام کرده بودن باشون چیز کرد، قتل عامشون نکرد، اونا رو نکشت. دیشب مفصل مطرح کردیم. بله ها رو بفرمید عزیزی، ببخشید من چون بحث ما بحث روز هست، بحث به روز هست، قرآن کریم هم فقط مخصوص 1400 سال پیش نازل نشده و بله. کلامی است که امروز هم کاربرد داره. بله. یک مسئله که امروزه جهان باهاش درگیر هست، بحث کشتار، سلاح‌های کشتار جمعی است و مثلا یک شخصی در یک کشور یا یک مجموعه در یک کشوری یک حرکتی رو انجام میدن و بسیاری از افراد رو مثلا میکشن و مستحق قصاص هم هستن. ولی این که من با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی مثلا به یک نحوی اون منطقه رو کلن با خاک یکسان بکنم که خشک و تر، سبز و سرخ همه در هم کوبیده بشن و از بین برن، آیا من اجازه این کار رو دارم به عنوان حال یک شخصی که مصمم میخوام برم احقاق حق بکنم یا خونه مثلا چه میدونم ریخته شده افراد مظلوم رو بخوام؟ این طبق آیات قرآن جایز نیست، چون هلاکت حرس و نسله، نسل بشری رو داره منقرض میکنه، داره به اصطلاح به تعبیر عربی جدید عباده است، عباده انسان ها، کشتار جمعیه. این اسلام اجازه نمیده که، دیشب هم آیات مطرح کردن که یهلک الحرث و النسل، این رو جایز نیست، این نقض غرض میشه. جنگ برای احقاق حقوق انسان هاست، نه برای نابودی انسان ها. جنگ برای دفاع از مظلوم کیفر متجاوزه، نه اینکه برای اینکه یک نفر ما کیفر کنیم یک میلیون نفر انسان کشته بشه، نه این جایز نیست. بله بسیار عالی. بله از جمله آیاتی که میشه بهشون به آیات استدلال کرد، آیات شماره 39 و 40 از سوره مبارکه حج هست. خدای متعال این آیات چون خیلی صراحت داره، هم باز تأکید میکنم روشون عزیزان، اذن للذین یقاتلون، یقاتلون نمیفهمد، یقاتلون،
اجازه داده خدای متعال به کسانی که به اونها تعرض شده، حمله بهشون شده، اجازه داده که دفاع کنن. به انهم ظلمون، چون به اونها ظلم شده. پس اگر ظلم شد و حمله و تهاجم صورت گرفت، خدای متعال میفرماید که تو حق داری که دفاع کنی. و ان الله علی نصرهم لقدیر. آیه بعدش با صراحت داره الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اونهایی که از سرزمینشون رانده شدن به ناحق، فقط به این بهانه که الا ان یقولوا ربنا الله، چون میگن ما پروردگارمون خداست، به خاطر عقیدهشون اونها رو از سرزمینشون راندن، اینا بهشون و بهشون ظلم شده و بر علیه اونها پیکار شده، بهشون حمله شده، اینا اجازه دفاع دارن. بعد صریح کلمه دفاع رو به کار میبره، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر خدای متعال اجازه دفاع نمیداد به عده‌ای از مردم که در مقابل عده‌ای دیگر که متجاوزن دفاع کنن، هر آینه مظاهر بندگی خدا و ادیان از بین میرفت، لهدمت، هر آینه نابود میشد صومعه ها و کلیساهای مسیحیان. اسلام نه تنها میگه اجازه به خاطر مسیحی بودن افراد یا به خاطر یهودی بودن افراد یا به خاطر زرتشتی بودن زرتشتی یا به خاطر مشرک بودن مشرکین اجازه حمله نمیده، بلکه در این آیات مطرح میکنه که اگر خدا اجازه دفاع نمیداد، مظاهر بندگی خدا و عبودیت خدا، عبادتگاه ها از مسیحی ها که صومعه میشه و بیا که کنیسه های یهودی ها و صلواتون و عبادتگاه های زرتشتی ها، بنابر یک روایت در تفسیر این آیه آمده و که اینجا از صلوات، از سلیه نیست، از ماده سلوه است، یعنی محل عبادت که آتش رو روشن میکنن. اینجا هم وسطش پرانتز توضیح بدم، زرتشتی ها آتش پرست نیستن، اشتباه نشه، بلکه قبلشون آتشه، کما اینکه مسلمان ها ما افتخار میکنیم که قبله ما کعبه است، اما اگر کسی گفت من کعبه رو میپرستم جاهله. بله. اگر بدونه که واقعا میخواد کعبه رو بپرسته نه خدا رو، اون مشرکه، مسلمان نیست. بنابراین ما کعبه رو نمیپرستیم، کعبه قبله ماست. همینطور هم زرتشتی ها قبله شون آتشه. این بین پرانتز عرض کردم. بعضی از مفسرین هم گفتن نه، مقصود از صلوات اینجا مساجد مسلمان هست، نه عبادتگاه های باز یهودی هست. خب باز اون وقت البته اشکال میشه، خب اینجا بیع گفتن، نیاز می نبود تکرار نمیشه که در یک کنارش تحصیل حاصله. و از آیه دیگه، از آیات قرآن در سوره نمل داره که خدای حضرت موسی وقتی که با همسرش به طرف از شعیب خداحافظی کرده و به طرف مصر حرکت میکنه، به بیابونی میرسه و درد زایمان همسرش میگیره، تعبیر میکنه قرآن اینی اجدو اینی آنست و نارن، من احساس میکنم که آتشی رو میبینم، شما اینجا باشید، من لعلی آتیکم به شهابن، من یا یه قطعی از آتش رو بیارم و شما گرم بشید، لعلکم تستلون، که تسلون از همه ماده سلوه است، با این مسلات یکی که آتش افروزی، که آتشی رو روشن کنید. اینجا هم سلوات که مطرح کرده در آیه اشاره به اون داره. این رو هم علامه توسی، شیخ توسی در تبیانش بهش اشاره کرده. بسیار زیبا. بله. بنابراین حالا برگردیم به اصل استدلال. میفهمند اگر خدا اجازه دفاع نمیداد، کلیساها از بین میرفت. پس ما نه تنها حق نداریم کلیسا رو متعرض بشیم، مسیحی‌ها رو متعرض بشیم که شما چون مسیح هستید باید خدا نخواسته از بین ببریم، آزار بدیم، اذیتشون کنیم، بلکه نه، اگر کسی حمله کرد به کلیساهای مسیح، ما باید دفاع کنیم از این کلیسا.
کسی نگه فلانی داره تبلیغ مسیحیت میکنه. سریع آیه قرآن، اگر خدا اجازه دفاع نمیداد هر آینه نابود میشد، صومعه های مسیحی ها کلیساشون بیعه و کنیساهای یهودی ها و محل عبادتگاه های زرتشتی ها و بعد و مساجد، مساجد مال مسلمان ها میشه. که در همه اینها یذکر و فی اسم الله کثیرا، در همه اینها نام خدا زیاد برده میشه. حالا اشتباهی در شیوه عبادتشون دارن یه بحث دیگه است، اما در همه اینا میان عبادت خدا رو میکنن، بندگی خدا رو میکنن. ما حق نداریم به اینها متعرض بشیم، بلکه واجبه که از اینها هم دفاع بکنیم. این سری آیه قرآنی دیگه، ظهورش نیست، نسه. خب بله، حالا اگر جهانیان واقعا بدونن که تفکر اسلام راجع به معالم و ابنیه مذهبی به این صورت هست و اینقدر دین مبین اسلام دین صلح و صفا و دوستی است، واقعا دیگه جایی برای اسلاموفوبیا یا ترس اسلام از اسلام و اسلام حراسی باقی میمونه؟ فکر نمی کنم. همینطوره. متاسفانه ضربه ای که اسلام از مدعیان اسلام خورده صدها برابر شدیدتر و سختتر هست از ضربه ای که دشمنان مستقیما زدن به اسلام زدن. بله، اونایی که سوء استفاده کردن از آیات قرآن، از نام قرآن، از نام رسول اکرم و حقایق اسلامی رو وارونه به جهانیان معرفی کردن. اسلام دین رحمت رو دین خشونت معرفی کردن، دین تجاوز و تعدی مطرح کردن. این ضربشون به شدت خیلی بالاتره. اسلام با رحمت داره جلو میره، اسلام با محبت میره جلو. عرض کردم در جلسه دیشب که رسول اکرم وقتی که مکه رو فتح میکنه، همه اهل مکه در مسجد الحرام جمع میشن. طبق قانون جنگی اون موقع میتونست رسول اکرم، قانون جنگی که در جامعه بشری اون رو دستور قتل عام بده، بخواد انتقام بگیره، اما پیامبر پیامبر رحمته، دین رحمته، برای تجاوز نیومده، برای انتقام نیومده. با اینکه خیلی جرم کرده بودن، خیلی اذیت کرده بودن، 21 سال رسول اکرم آزار داده بودن، 13 سال در مکه، تا اون زمان 8 سال هم در مدینه. خدمتتون عرض کنم با این وجود رسول اکرم همه رو عفو کرد و حضرت فرمود از من چه توقعی دارید؟ عرض کردن انت اخون کریم و ابن اخین کریم، تو برادر بزرگواری هستی، پسر برادر بزرگواری هستی. بعد فرمود من جمله ای رو به شما میگم که یوسف صدیق به برادران خودش فرمود، اذهبوا انتم الطلقا، بروید، همه شما آزادید، خیالتون راحت باشه، کسی با شما برخورد نمی کنه. بعد تازه هدایا هم بهشون داد، هدایایی هم بهشون داد. در وقتی که قبیله ثقیف و هوازن هجوم آوردن به طرف مسلمان ها در نیمه شب، وقتی که رسول اکرم بعد از فتح مکه به طرف مدینه میخواست حرکت کنه، چند هزار نفر هم از اهل مکه همراه حضرت شدن. دو تا قبیله نیمه وحشی حجاز، اینها نیمه شب در کوه ها حمله کردن به مسلمان ها و شیرازه کار از هم پاشید. و باز امیرالمؤمنین در روایت داره که تمام روایات اهل سنت و عامه و همه فرق مسلمین دارن، تنها رسول اکرم در ساعات اولیه 10 مدافع داشت، 9 مدافعش از بنی هاشم بود و در رأسش امیرالمؤمنین و یکی هم ایمن پسر امیون، بقیه پا به فرار گذاشتن. تنها کسی که در همه لحظات دفاع میکرد از رسول اکرم و خالصانه مدافع اسلام بود، امیرالمؤمنین بود که جانش رو فدای اسلام و رسول اکرم میکرد، چون خودش حقیقت اسلامه. خب وقتی که دشمن در نهایت شکست خوردن، 6000 نفر از اینا اسیر شد. رسول اکرم برنامه ای رو طراحی کردن که همه آزاد بشن، مرد و زن آزاد بشن، همه آزاد شدن. بعد اون چه که از اموال سرود کیفر، این که حالا اینا حمله کردن، تجاوز کردن، قسمتی از این اموال رو تقسیم کردن بین کی؟ بین تازه مسلمان های مکه، همه دشمنان نیروزش. بله،
همون دشمنان دیروز مؤلفت قلوب هم. حتی چیزی نه برای مهاجرین گذاشتن، نه برای انصار گذاشتن که بعضی از انصار خواستن اعتراض کنن. یا رسول الله، اقوام خودت دیدی، قبیله قریش دیدی، حالا اینا همین هستن که تا دیروز دشمنی میکردن. نقشه قد نه یک بار، ده ها بار، بلکه صد ها بار نقشه قد رسول اکرم طراحی کرده بودن. و حضرت فرمود اینا رو من بهشون دادم که تعبیر در قرآن مؤلفت قلوبم هست، که اینا دوست دارید مردم با گاو و شتر و گوسفند به خونه هاشون برن و شما با رسول الله برید. اینجوری تألیف قلوب کرد از تازه مسلمون ها و کسانی که تا دیروز کینه داشتن، دشمنی داشتن، و حالا تسلیم رسول الله شدن. اونم بعضی که تجاوز کرده بودن به مسلمون ها، که دیشب توضیح دادم حضرت از حقوق مظلومین دفاع کرد و اینا شکست خوردن، عفوشون کرد، مال هم بهشون داد. نه حالا اینکه صرفا عفو بکنه، و حتی با اختیاری که داشتن با رضایت مسلمان ها، سهمی که بایستی مسلمان قدیم می بردن نداد به اینایی که تازه تا دیروز دشمنی می کردن، که بهش میگن مؤلفت قلوب هم. بله، اینم این. و حالا اگر نکته ای جناب عالی دارید بفرمایید. چقدر وقت داریم؟ ما تقریبا وقت زیاد هم نداریم، یعنی 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت نداریم. اگر تکمیله بحث رو میتونیم داشته باشیم که بعدش حتما خلاصه بحث امشب رو از آغاز بشه. بله، اجازه بدید یه آیه بگم، از آیات بگم که بحث انشالله تمام بشه. در سوره مبارکه نساء آیه 75 یکی از شکلهای دفاعی رو مطرح میکنه که میفرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. که خدای متعال در این آیه اشاره میکنه به چند مطلب. یکی که اولا امیرون ولی ایناست، امیرون نصیره. و اینجا قبل از اینکه وارد توضیح بدم اینا، اینایی که میگن کمک خواستن از تعبیر غیر خدا جایز نیست، که گفتیم مثلا غیریت برای اولیا معنا نداره، دونیت غیریت معنا نداره، اینجا خود خدای متعال میاد مطرح میکنه که اینا دعا میکنن که خدای ولی رو برای ما بفرست. اگر ما گفتیم خدایا امام زمان رو به فریاد ما برسان، امیر رو به فریاد ما، اینا ولی هستند، اینا نصیرن، اینا دون خدا نیستن، دون خدا نیستن. لدون که اینجا یعنی از طرف خودت. درست عرض میکنم حالا من که انشالله من وعده دادم که انشالله این بحث آیاتی که تعبیر من دون الله داره اینا رو مفصل در یکی از دو سه جلسه شاید بررسی کنیم و توضیح بدیم که اینا اصلا شامل اولیاء الهی نمیشه، بلکه کمک خواستن از اولیاء الهی عین کمک خواستن از خداست، که دیگه همین آیاته، همین که وجعل لنا من لدن، که اینها ولی من لدن الله هستن، ولی از طرف خدا هستن، نه ولی من دون الله. بین لدن الله و دون الله فرق هست. اینها تابعین ابن تیمیه و به اصطلاح وهابی های امروز من دون الله رو با من لدن الله اشتباه گرفتن. بله، یاری خواستن از لدن الله، اونایی که از طرف خدا، خدا بهشون عز داده، پیش خدا عزیزن، این درخواست کردن از خداست، که خدا خود خدای متعال از قول این مستضعفین میگه که اینا میگن خدایا، خدا دعاشون رو داره تایید میکنه، تقریر میکنه، اگر شرک بود واسه مذمتشون میکردن. بله، تایید میکنه، میگه چرا اینایی که اینطورین چرا کمکشون نمیکنید. بنابراین درخواست حاجت کردن از اولیای الهی، این درخواست من لدن الله هست، از طرف درخواست از خدا هست، نه درخواست از غیر خدا. و حالا برگردیم به این آیه استدلالش برای دفاع. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من النساء والولدان، چرا پیکار نمی کنید در راه خدا و برای نجات مستضعفین از مردان، زنان و فرزندان خردسال، اونایی که میگن خدای ما رو از این سرزمینی که حاکمانشون ظالمن، به ما ظلم میکنن. ببین پس دفاع، این هم یه نوع دفاعه، دفاع از مظلومینی که اومدن اینا رو اسیر کردن، به زندان انداختن، حقوقشون قتل عام کردن، حقوقشون ضایع می‌کنن. اگر
عده‌ای از بندگان خدا در سرزمینی مظلوم واقع شدن. الان کل عرف جهانی اگر الان در یک جایی اومدن نسل کشی کردن، اقلیتی رو خواستن نابود بکنن، کل مثلا افراد انسان دوست بیانیه میدن، مخالفت میکنن، حتی از قدرت ها میخوان دخالت کنن و این انسان های مظلوم رو، این اقلیتی که دارن نسل کشی میشه، اینا رو نجات بدن. این آیه هم همین داره مطرح میکنه. بسیار زیبا آجا، خیلی خیلی ممنون و متشکرم. بسیار همچنب هم الحمدلله استفاده کردیم. اگر در این 3-4 دقیقه پایانی بزرگواری بفرمایید خلاصه بحث امشب رو تیتروار برای بینندگان عزیز تکرار کنید، خیلی ممنون شاید ما هست. بحث امشب در دو بخش بود. یک بخشش این بود رابطه بین محبت و معرفت اهل بیت با تزکیه نفس. حدیثی رو مطرح کردیم که انشالله وعده شما باشه که در آینده باز این رو بیشتر باز میکنیم، که معرفت اهل بیت که نتیجه این محبت کامل هست، این محبت و معرفت نتیجه میده، تزکیه نفس رو انسان رو سوق میده به طرف اینکه انسان از اخلاق دشمنانشون دور باشه و از صفات و شیوه های اهل بیت به اندازه ظرفیت وجودی خودش با سکنه هم سعی وجود خودش برخوردار باشه. و جمله از زیارت امیرالله امیرالمومنین رو بهش اشاره کردم، مستنتن به سنن اولیائک مفارقتن لاخلاق اعدائک. اینو یه قدر توضیح دادم. بعد آمدیم ادامه اون شبهی که دیشب مطرح کردیم که اسلام جنگ تهاجمی رو اجازه نمیده، تعرض به ملت‌ها رو اجازه نمیده، سر کشورگشایی رو اجازه نمیده، حتی به بهانه اینکه باید مسلمان بشن اجازه نمیده، و آیات متعددی رو دیشب مطرح کردیم، امشب هم مطرح کردیم. و این چند آیه رو که مطرح کردیم که یه آیه بود که فرمود و صلح خیر لکم، هم دیشب بهش اشاره کردیم هم امشب، که صلح قانون اساسه، اصل صلح هست نه جنگ. جنگ در موارد استثنایی اونم برای دفاعه، نه برای به اصطلاح کشورگشایی و یا حتی تحمیل دین و مذهب و اینها. و گفتیم دشمنی ما با دشمنان، با متجاوزین داریم، با اونایی که دشمنی میکنن، نه با غیر هم مذهبا، نه با غیر هم دینها. تبری میجوییم از دشمنان، اما اینجور نیست که هر کس غیر هم مذهب ماست یا غیر هم دین ماست ما از اون تبری بجوییم و اظهار بیزاری بکنیم. کسی که ناآگاه، جاهل، قاصره، ما با او کاری نداریم، حتی در دلم هم تبری ازش نمیجوییم، بلکه تلاش میکنیم که هدایتش کنیم. حتی فتوای بعضی از بزرگان رو هم مثل آیت الله خویی و که دیشب خوندیم، که میگن ما شریک داریم، شریک تجاری داریم، باشون معامله داریم، حتی محبتشون در قلبمون هست. ایشون اشاره کردن به آیه در جواب آیه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین رو مطرح کردن، که من دیگه تکرار نمی کنم. و امشب هم چند آیه دیگه رو مطرح کردیم، یکی آیات سوره مبارکه حج که میگن اجازه داده شده به اونایی که ظلمشون شده. و همچنین گفتیم اسلام میاد دستور دفاع از عبادتگاه های ادیان رو میده. خیلی ممنون و متشکرم. بسیار بسیار استفاده کردیم و انشالله بینندگان عزیزی که بعد از شنیدن این خلاصه علاقمند شدن این برنامه رو ببینند، حتما حتما در یوتیوب میتونن تمامی این برنامه و مطالبی که حاجی‌ها خیلی خیلی خلاصه مطرح کردن رو مجددا مشاهده کنن. هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و یا علی. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین.